بینندگان عزیز شبکه 107 پارس، درودهای گرم ما رو پذیرا باشید. امروز هم میخوایم با موضوعی دیگه با شما باشیم، اما چه موضوعی؟ اطمینان به نجات. اجازه بدین که این موضوع رو از زبان کشیش فهیم بشنویم و بیشتر باش آشنا بشیم. بفرمایید لطفا. من هم درود میفرستم مجدداً خدمت بینندگان عزیز شبکه 107 و خوشحال هستم که میتونیم ما ادامه بدیم. داریم نزدیک میشیم به قدم‌های آخر، قدم‌هایی که بسیار اساسی هست و باید توجه بکنیم. تمام این قدم‌ها مثل حلقه‌های زنجیر به هم وصله و باید همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم در این سفر با خیالی راحت و آسوده شرکت بکنیم و با هم هم قدم بشیم. پس در این سفر میخوایم در این قدم 12 در رابطه با اطمینان به نجات. البته نجات، خب ما وقتی که صحبت از نجات میکنیم صحبت از این که یعنی تولد تازه داریم، یعنی اعتماد داریم به عیسی مسیح روی صلیب جان خودش رو داد، اعتماد داریم به اینکه برای ما جان خودش رو داد، اعتماد داریم که او مرد و بعد از 3 روز از مرگ برخاست، اعتماد میکنیم که زنده شدن او ما رو زیر فیض خودش قرار میده و یعنی این نجات رو با ما در میان میذاره و ما هم با او در نجات او شریک میشیم، به شرطی اینکه به او ایمان بیاریم، به تمام این حقایق ایمان بیاریم و این بسیار مسئله مهمیه. من این رو خیلی در موقعیت که ما هستیم خیلی اساسی میدونم، چون ما از گذشته اومدیم، با فرهنگی اومدیم که معمولا همیشه با عبادت و با پرستش و با کارهای نیک سعی میکردیم برای خودمون آخرت رو بخریم، بهشت رو بخریم، یه اعمالی باشه که بجاش. آره و این بسیار مسئله مهمی که امروزه هم من برخورد میکنم با خیلی از ایماندارایی که واقعا تولد تازه هم دارن ولی خیلی وقتا محزون میشن از اینکه ای وای نکنه من حالا اشتباه کردم، خدا چه بلایی سر من میاره. یعنی اون اعتمادی رو که به وعده خدا هست ضعیف میشه در زندگیشون و این بسیار مسئله مهمیه. چرا؟ چون شیطان هر بار میخواد حمله کنه و این اعتماد رو از ما بدزده. ما میدونید که وقتی ایمان میاریم در اصل، خب ما در روی زمین هستیم، هنوز در این جسمای خاکی هستیم. بله. اون ملکوتی رو که ما وعده خدا به ما داده، وعده اون نجات، در اصل زمانی هست که ما از این بدنها خارج میشیم و به یک دنیای جدید که ملکوت خدا هست در کنار او تا ابدالآباد زندگی خواهیم کرد. پس بنابراین ما وقتی که ایمان میاریم هنوز با یک سری چالش های دنیوی روبرو هستیم که این چالش ها میتونه ما رو دل سرد بکنه، ناامید بکنه و در وجود ما شک بیاندازه و شیطان همه روزه در کنار ما با شیاطین دیگه، منظور من میگم شیطان، فرشته هایی که با شیطان به روی زمین سقوط کردن، همکاری میکنن که بتونن به فرزندان خدا، در دل فرزندان خدا شک بندازن و اونها رو سعی کنن افکارشون رو شستشو بدن و خیلی کارهایی که باعث میشه یک ایماندار دل سرد بشه، باعث میشه یک ایماندار واقعا مایوس بشه، ضعیف بشه و خیلی اتفاقای دیگه که حالا من نمیخوام زیاد اون اعتماد و اطمینانش رو از دست بده. میخوام موضوع مهمی که میخوام بگم اینجا که من و شما اگر با خدا آشنا بشیم، خدا رو بشناسیم از طریق کتاب مقدس با هدایت روح القدس و به او اعتماد بکنیم، به وعده های او اعتماد بکنیم، قوت ما در ایمان زیاد میشه و اعتماد ما در ایمان زیاد میشه و با اعتماد به نجاتی که داریم، به وعده که به ما داده شده، ما میتونیم یک ایماندار قوی بشیم. منتها خب این آسان نیست. یک سری به قولی معروف چی میگن، رازهایی هست که اگر ما متوجه بشیم خیلی راحت تر میشه. خب پس اجازه بدن قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعدی، یه نتیجه گیری از همین ابتدای صحبتتون داشته باشیم. میخوایم بگیم که اطمینان به نجات باعث میشه که ما بتونیم حالا اهمیت و ضرورت اون رو درک میکنیم که چه انتخابهایی رو برای ما پیش رو داره. این اطمینان به نجاته که تاثیرگذاره در موارد بعدی. اطمینان به نجاتی که به ما در زندگی ایمانی قوت میده، اهمیتی داره این موضوع، بسیار اهمیت داره برای رشد ایمان، برای شادی در ایمان. اون شادی و اون لذتی که خداوند به ما میده در اطمینان به وعده خداست.
وعده خدایی که از اطمینان‌های وعده خدا، وعده نجاتی که به ما میده. آمین. و چون ما بخوایم و نخوایم، تحت هر شرایطی، چون در این بدن‌های ضعیف هستیم، ناخواسته اتفاقایی میفته، اشتباهاتی میکنیم که میتونه به ما در گوش ما شیطان این دروغو بگه: آه تو دیگه، تو چطور ایمانداری هستی؟ حتی متاسفانه بعضی از ایماندارا به ما میگن تا یک اشتباهی میکنیم فوری میگن ببین تو این خطاکار هستی، گناهکار هستی، این حرفو زدی. و این چیزها باعث میشه که ما دل سرد میشیم. اما وقتی که ما اعتماد داریم به نجات، اون موقع هست که ما حتی اگر از دره تاریک مرگ بگذریم، حتی اگر زمین بخوریم، خدا دست ما رو میگیره، دوباره بلند میکنه. فیتیله نیم سوخته بشیم، خداوند نمیذاره خاموش بشیم. نی خمیده بشیم، خداوند نمیذاره بشکنیم، بلکه دوباره ما رو شفا میده، ما رو بلند میکنه و اجازه میده که در این سفر روحانی با او همراه بمونیم. آمین. و این بسیار موضوع مهمیه. من میخوام یک آیهی بخونم اگه اجازه بدید. رومیان باب 6 آیات 12 تا 14 رو بخونیم. میخوام از این طریق به یک راز بسیار مهم برسیم. و سعی میکنیم تو این قسمت اول این آیات رو میخونم و قسمت بعد سعی میکنیم توضیح بدیم. میگه دیگر نباید بر بدنهای فانی شما، دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد. پس یعنی ما وقتی که تولد تازه پیدا میکنیم، ایمان بیاریم به عیسی مسیح، اجازه ندیم که گناه بر بدنهای فانی ما حاکم باشه، یعنی حکومت بکنه و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید. هیچ یک از اعضای بدن خودمون رو، منظور چشم، گوش، دهان، قدم‌های ما، دست‌های ما، چیزهایی که میتونه باعث گناه بشه. و یکی از چیزهایی که در ما در متا میخونیم، عیسی مسیح میگه اگه دست تو رو به گناه میبری، دست تو جدا کن، بهتره که با یه دست به ملکوت بری تا اینکه با هر دو دستت و بدنت بخوای بری به جهنم بری. اگه یک چشمت خطا میشه، یک چشم در حالت، اینا مثاله که داره میزنه، اصطلاحاتی استفاده میکنه که ما متوجه بشیم. و اینجا میگه که اجازه نده هیچ کدوم از اون اعضای بدنت تو رو در اختیار گناه قرار بده تا برای مقاصد شریرانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانی که از مرگ به زندگی بازگشتن، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار برود. آمین. حالا میخوام اون راز رو بگم. اینجا تو این قسمت آخرین آیه میگه زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا هستید. آمین. میخوام اینه بگم، اگر ما معنی فیض رو درک بکنیم، برای ما اطمینان به نجات راحت تره. من میخواستم همینو بپرسم از شما. یعنی همش این سوال رو داشتم. خب حالا راجع به نجات شنیدیم، بارها عزیزانی که ایماندار هستن شنیدن و میدونن، با این مقوله آشنا هستن. داریم میگیم اطمینان به نجات. میخواستم بپرسم این اطمینان از کجا میاد که شما یه آیه رو خوندین و میگین الان که فیض رو بشناسیم و خب این اطمینان حاصل میشه. پس میشه گفت این سوالو کامل‌تر بیان کنیم که حالا این اطمینان و فیض، اینها رو برامون باز کنین، از کجا میاد، چطوری؟ 100%. اصلا دلیل این بر این قدم ها همینه که ما بتونیم، چون وقتی باز میشه راحت تر میتونیم هضم بکنیم و دروغای شیطان دیگه باور نکنیم. وعده‌های خدا رو باور کنیم. که جدید ایماندار هستن، نو ایمان هستن، متاسفانه خیلی وقتها افسرده میشن به خاطری که هنوز اسیر یک سری عادات هستن و باید آزاد بشن از اون عادات، که بعداً اونو باز در جلسه آخر من توضیح خواهم داد. ولی برای که بدونن، عزیز من، برادر من، خواهر من، خیالت راحت باشه به شرطی که تسلیم خدا بشی. آره، اگه من تسلیم خدا نشم، هنوز یه پام این ور باشه یه پام اون ور دنیا باشه، خب این نمیشه. بله. ولی وقتی واقعا تسلیم خدا میشم، اگر عادتهایی هست که نیاز به شفا داره، وقت میبره، نگران نباش، دروغای شیطان باور نکن. نجات تو رو میگه هیچ کسی در آسمان زمین نیست، هیچ چیزی نیست که بتونه نجات تو رو از تو بگیره. پس اعتماد به نجات داشته باش. چرا؟ چون نجات تو از راه کار نیک، از راه عبادت و پرستش به دست نیومده. نجات تو از طریق فیض خدا به دست اومده، بخشش خدا به دست اومده و این فیض رایگان بوده برای تو و در تو میمونه به شرطی که تو تسلیم خدا باشی و در بدن خدا، در این قطار روحانی خودت رو قرار بدی و با خدا هم سفر و هم قدم باشی.
آمین، چقدر عالی. میدونم که صحبت راجع به این مقوله داریم و هنوز این بحث باز، اما اجازه بدیم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم هم به ما هم به عزیزان بیننده همراه. برمیگردیم به استودیو تا دقایق دیگه. مرسی. خب بینندگان عزیز، برمیگردیم و ادامه صحبتمون رو با کشیش فهیم عزیز پی میگیریم. کشیش فهیم اگر میداشتیم برای ما میگفتین از مفهوم فیض، لطفا برای ما بیشتر این مقوله رو بشکافیم، ببینیم که فیض خداوند چی هست و چی میتونه باشه. دقیقاً، من خیلی خوشحال میشم که این فرصت هست. واقعا اینا مسائلی هست، موضوعاتی هست که بسیار مهمه در زندگی ایمانی، به خصوص اگه ما تازه هم قدم میشیم با خدا و در این سفر شروع کردیم. برای عزیزانی که قدم 1 و 2 و 3 اینا رو برداشتن و الان ما باید این موضوع رو بدونیم، ما باید به خدا اعتماد بکنیم و باید بدونیم که این اعتماد از روی کارهای ما نیست، با قوت ما نیست، این اعتماد فیض خداست. آمین. و به وعده خدا اعتماد بکنیم، چون خدا ما رو زیر فیض قرار داده. وقتی بدونیم که فیض خدا هست، اون موقع دیگه اتفاقایی که در زندگی ما میفته ما رو ناامید نمیکنه. البته من توصیه میکنم ما اشتباه میکنیم، ولی خوبه که یک ایماندار با حکمت باشه و اشتباهش رو تکرار نکنه. این نیست که من بگم حالا فیض زیر فیض قرار گرفتم، حالا هر اتفاقی اشکال نداره، هر چقدر من اشتباه کنم، گناه کنم، یه جوری ببین باید بالانس داشته باشیم. به قول خودمون، نه از این ور بوم بیافتیم نه از اون ور بوم بیافتیم. خیلی وقتا ما خیلی سختگیر میشیم توی زندگی روزمره، خیلی برامون دیگه، مثلا میگم به خصوص ماهایی که از باورهای گذشته، فرهنگ گذشته داریم، وقتی ما میاریم به عیسی مسیح دیگه هیچ موزیکی گوش نمیدیم، هر چی که لذت داره همه رو میخوایم بذاریم کنار، یعنی خودمون از لذت‌های دنیا دور میکنیم که بخوام آدم روحانی باشیم. حقیقت این نظر شخصی منه، من دوست دارم بدونیم و به خادمین دیگه هم احترام میذارم نظرها، ولی چیزی که من متوجه شدم و امروز دوست دارم برای شما در این تعالیم بیارم اینه که عزیزان، خداوند میخواد که ما در زندگی روزمره لذت ببریم، اما نمیخواد که ما عیاشی بکنیم، نمیخواد که از این لذت سوء استفاده بکنیم. یک سری لذت هایی هست که خدا اصلا وقتی شما پیدایش رو میخونید میگه مال شماست، بخرامید، پروار و کثیر شوید، برای لذت برای ما گذاشته و این رو میخواد که ما شاد باشیم. اما متاسفانه شیطان میخواد این لذت ها رو از ما بدزده، لذت ها رو رنگش رو عوض میکنه و برای ما خیلی لذت ها رو به صورت گناه نشون میده و وقتی که ما با خدا آشنا میشیم فکر میکنیم که ما حالا از دید مذهبی نگاه میکنیم. اما یک انسان مذهبی با یک انسان روحانی از دید بنده، این باز نظر شخصی بنده است، من میخوام سوء تفاهم نشه، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش. کسی که روحانیه یعنی یک زندگی سالم داره و این زندگی سالم رو ما توسط قوت خدا زیر فیض او به دست میاریم. وقتی شما زندگی مذهبی داری، شما داری با کارهای خودت، با قوت خودت میخوای زندگی تو سالم نگه داری، میخوای با قوت خودت اینو نکنم اونو نکنم، این بده، این خوب نیست، این انگار یه چارچوبی طراحی میکنم. آره، یعنی فقط اون چارچوب میخوام. حتی ما غیر از شریعت موسی یه شریعت دیگه هم رو سر اون میذاریم. بله. و این باعث میشه که زندگی به خودمون سخت بشه و به اطرافیامون هم همینطور، خانواده هامون هم همینطور. اینه که من دارم میگم واقعا تجربه شخصی خود من هست. زمانی که من به خدمت شبانی گماشته شدم و خدا من این فرصت رو برای من مهیا کرد، این خواندگی رو برای من گذاشت، سال 2001 بود. من سعی کردم اینقدر سختگیر بشم، فکر می‌کردم خب این بعد همه چیز باید کامل و پرفکت باشه و اولین کسی که زیر فشار بود خانواده خود من بودن، بر فرزندان من بودن، همسر من بود و من این رو متوجه نبودم. فکر می‌کردم خدا رو دارم راضی نگه می‌دارم، باید همه چیز باشه دیگه، تحت هیچ شرایطی ضبط من، هیچ موزیکی نباشه، هیچ رادیو، فقط با کارهام، با اعمالم می‌خواستم خدا رو راضی. خب خوبه اینا، بد نیست، ولی به حدی که من دیگه زندگی رو به خلق خودم به دیگران تنگ نکنم. من باید از لحاظ روانشناسی بدونم چه چیزی میتونه منو تغذیه بکنه، چه چیزی میتونه منو سیراب بکنه از لحاظ جسمی، ولی در موقعیتی که سالم و درست باشه. میشه کشف فهم عزیز به اون آیه اشاره کرد که میگه بهترین اعمال شما
میگه خداوند نیاز به اعمال ما نداره، حتی بهترین اعمال ما هم ممکنه در نظر خداوند مانند لته ملوثی باشه. حالا این ترجمه قدیمش که اینجور استفاده میشه، اون پارچه کثیفه در نظر خداوند. میگه آره، من بذارید من آیات قشنگ تر بگم، من نمیخوام آره بس خوشخواهی میکنم. آیات خیلی زیاده، ما آیات خیلی زیادی داریم، من تا تو این تعالیم چون عزیزانی هستن که واقعا از گذشته میان، یعنی هنوز بار اولی که گوش میکنن، من دوست دارم ما از غضب خدا و از نمیدونم خشم خدا خیلی آگاه هستیم. انقدر در باورهای گذشته دیدیم و اشتباه هم نیست، خدا عادله و این عدالت خدا هستش، من نمیخوام اونو انکار کنم تحت هیچ شرایطی. اصلا عدالت خدا واقعا چیزی که موضوعی که من میخوام بهش اشاره بکنم، ببینید فیض خدا با عدالت خدا هر دو در کنار هم محبت و واقعیت خدا رو نشون میده. بله. نه فیض خالی نه عدالت خالی. اینا در کنار هم موازی هم هست که یک زندگی روحانی در این سفر سوار این قطار شما آشنا میشی با فیض و عدالت. بله. یعنی این فیضی نیست که آقا هر کاری دلم میخواد بکنم، نه. ولی عدالتی هم نیست که ای وای من تکون بخورم خدا یه چوب تو سرش دستش تو سر من میزنه، نه. خداوند عدالتش رو داره ولی فیضش رو هم داره. و فیض خدا همون عیسی مسیح که باز گفتم ما در همه درس ها، همه این معقوله، همه این صحبت ها، تموم این کتاب مقدس 66 کتاب از عیسی مسیح، خدای زنده، خدای پرفیض، خدای محبت، خدای عشق صحبت میکنه. نه. و امروز اطمینان ما به این خدا با شناخت فیض او به وجود میاد. امید. فیضی که من رو تحت هر شرایطی دوست داره، گناهای منو دوست نداره ولی من رو دوست داره چون برای من قیمت پرداخته. امید. اون مثالی که زدم در مورد اون کشتیه، گفتم قایقی که اون کودک میسازه توی درس‌های قبلی اگه گوش کرده باشید میبینید که خدا انقدر ما رو دوست داره، پدر آسمانی انقدر ما رو دوست داره که تنها فرزندش رو فدا میکنه تا ما نجات پیدا کنیم. نجات چطوری نجات پیدا کنیم؟ با کارهای نیکمون؟ نه، با فیض اون، با اعتماد به وعده اون، با محبت اون که ما اعتماد میکنیم و حالا زیر فیض قرار میگیریم و در فیض او باید زندگی کنیم. منتها عدالت خدا سر جاشه. مسیح میگه من نیومدم که تورات رو از بین یعنی خراب بکنم، از بین ببرم، بگم این اخیه حالا اونو ولش کنید دنبال من میاد. نه 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 نه، مسیح میاد تورات رو، میاد اون شریعت رو کامل میکنه و اون کاملیت فقط در مسیح به وجود میاد. آمین. و اون کاملیت عدالت خداست و حالا مسیح عدالتو که انجام میده کامل میکنه، میگه حالا فیض منم هست. شمایی که نتونستی عدالتو کامل بکنی با کارهای نیکت، با عبادتت، چون هر کاری بکنی شما گناهکاری، حتی یکی هم نی، اما اینجا فیض من برای تو هست، تو زیر فیض من قرار بگیر با ایمان به عیسی مسیح. من عدالتمو انجام دادم، اما تو با من قدم به قدم بیا، اجازه بده که من تو رو راهنمایی کنم، اجازه بده من تو رو هدایت کنم. من میخوام، من شادی به تو میدم که حتی چالش های این دنیا نتونه از تو بگیره. آمین. و این فیض خداست که ما رو هدایت میکنه. خب حالا اجازه بدین تا اینجا که رسیدیم این مقوله رو برامون بشکافید و باز کنید. چطور میتونیم بفهمیم که این اطمینان از نجات حاصل شده؟ یعنی که خب الان باز کردن، ولی از کجا میشه فهمید؟ حالا من اینو میخوام بگم، این یه موضوعی که من بر این باور هستم. ببینید هر کسی باید خودش به شخصه تولد تازه رو تجربه کنه، تولد که صحبت کردیم. بله. و هر کسی باید این راه رو، قدم رو برداره تا بتونه درک بکنه. من هر جوری هم که توضیح بدم، اگه شما تولد تازه نداشته باشی متوجه نمیشی، اگه داشته باشی برای خودت یه شهادتی داری، شما میخوای به حرف من اضافه کنی. من دیدم از وقت من صحبت میکنم شما میخوای بگی چرا؟ چون شما همین تجربه رو داری. این یک تجربه شخصیه که هر کسی باید داشته باشه. من یادم وقتی بایبل استادی میشتم برای تعلیم کتاب مقدس و میخواستم بچه ها رو تعمید بدم، خب به یک سری عزیزانی بودن که تازه از ایران اومده بودن توی ترکیه و اونجا جمع بودن و ما بایبل استادی رو براشون میذاشتیم از طریق اینترنت. و خب طبق فرهنگ گذشته اینا عزیزان تقریبا 8 تا خانم بودن، 4 تا مرد بودن، خانواده بودن، چند تا خواهر برادر و همسایه ازدواج کردن، چند تا خانواده اومده بودن بیرون. و ما وقتی بایبل استادی میشیم زوم، فقط این آقایون میشستن، خانم ها اون یکی کار میکرد، اون یکی میرفت دنبال کارش بلان. بعد خب یکی دو سه جلسه گذشت، من گفتم که عزیزان هستید نیستید، من اسم بردم، حاضر غایبی میکردم، بالاخره برنامه زوم بود، میگفت میدم که خب خیلی کجا خانم خواهر فلانی کجاست، او الان میادش رفته اونجا، مهمون اومده اون من اتاق نشسته. گفتم عزیزان
ما میخوام که این عزیزانم بشنون. میگه نه ما خب ما هستیم، ما نماینده اونها هستیم، داریم گوش میدیم. گفتم نه 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 نه، ببینید این اشتباه رو نکنید. هر کسی یک رابطه شخصی خودشه. امروز من برای فرزندم نمیتونم نجات رو بگیرم بخرم، نمیتونم برای اون کاری بکنم. همونطور که ما در گذشته نجات رو از دیگران میخواستیم بخریم، پرداخت میکردیم، امروزه خیلی اتفاقا میفته، حالا حرف تو حرف میفته. من میخوام اینا رو بگم، این داستانی که به طور تجربه منه، شما در اول برنامه بودید، تجربه داری صحبت میکنید. من پدرم در ایران فوت کرده بود، بعد اینو بردم به خاک سپردن، به من زنگ زدن از اونجا که دیدم من کانادا هستم، شما پول بده، ما پدرت خیلی سالا نماز نخونده، ما نمازشو بخونیم که ایشون ثواب بکنه. عزیز من، اول که این حرفا رو من باور ندارم، من مسیحی ام، پدر من قبل از مردنش باید آمرزیده میشد و بعدم نجات خدا رو با کارهام نمیتونم راضی کنم. فیض پدره، اون فیضی که ما زیرش قرار میگیریم. من نمیتونم برای تو فیض پدره بگیرم، تو هم نمیتونی برای من. هر کسی باید رابطه شخصی خودش بتونه به خدا اعتماد بکنه و در کنار خدا با خدا قدم برداره و اجازه بده خدا او رو هدایت بکنه. و همینطور گفتم، حالا فیض برای که بتونم توضیح بدم، میخوام از متا باب 20 اشاره بکنم، نمیخونم ولی اشاره میکنم. ممنون میشم اشاره کنم، چون با توجه به زمان برنامه من یه سوال دیگه هم دارم از شما. اوکی. به اونم برسیم. متا باب 20 خدا یک مثالی میزنه، میگه ملکوت خدا مثل یک تاکستانی میمونه که یک شخص صاحب تاکستانه، صبح میره چند نفر رو استخدام میکنه که بیان تو تاکستان کار بکنن. بله. حقوقی هم باهاشون تعیین میکنه، مثلا میگم به شما 100 قنتار میدم، 100 دلار میدم، 100 روپی میدم، حالا 100 لیر میدم، فرق نمیکنه. بعد از دوباره ساعت ظهر میشه، میره 4 نفر دیگر هم میاره، بعد دوباره بعد از ظهر ساعت 5 بعد از ظهر میشه، میره 10 نفر 4 نفر دیگر هم مثلا میاره. بله. بعد ساعت 7 شب میخواد به همه حقوق بده، بعد شروع میکنه همه رو همون اندازه که به اون صبح داده به اونم میده. اونایی که صبح اومده بودن اعتراض میکنن، میگن که ما صبح اومدیم چرا بیشتر از اونا مزد نگرفتیم، چرا به ما به اونام اندازه ما میدی؟ میگه من به تو که بد نکردم، به تو همون اندازه که بعد گفتم بهت دارم میدم. بله. این بقیه رو، این فیض منه، بخشش منه، فیض خدا بخشش خداست. ما برای فیض چیزی رو پرداخت نمی کنیم. آمین. یک هدیه ای که ما مستحقش نیستیم، حق ما نیست، محبت پدره، لایقش نبودیم، لایقش نبودیم، بلکه عشق پدره، محبت پدره که اونو به ما میده. بخششی هست که ما رو سورپرایز میکنه. نه. من میخوام بگم هر کسی میتونه زیر فیض قرار بگیره. میگه تیتوس باب 11 آیه 2 میگه زیرا فیض خدا ظاهر شد و نجات را در برابر همه قرار داده. فیض باعث میشه که نجات برای هر کسی که ایمان بیاره به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا، او رو قبول بکنه، به مرگ مسیح روی صلیب، به رستاخیز مسیح از مرگ بعد از 3 روز، به تثلیث خدای پدر، پسر، روح القدس ایمان بیاره، او زیر فیض قرار میگیره. با زبان اعتراف کنه و با قلب قبول داشته باشه، او زیر فیض قرار میگیره و در این سفر تولد تازه پیدا میکنه و هیچ کسی، هیچ نیروی، هیچ فرشته‌ای نمیتونه نجات رو از رو بگیره. بله. چرا که اون از طرف خدا هست و فیض خدا هست و اون بخشش خدا هست. سوال دیگه تون رو بپرسید. بله، مرسی. برای ما بگین کوتاه راجع میگه حالا ما فهمیدیم اطمینان از نجات چیه، اما چه چیزی ممکنه مانع این موضوع بشه که اطمینان از نجات برای ایماندار حاصل بشه؟ دروغهایی که شیطان به ما میگه، خطاهایی که در طول زندگی ایمانی انجام میدیم، اشتباهاتی که انتخابات اشتباه که انجام میدیم، که اینها همه ثمره این میشه که شیطان وقتی من یه کار یهو مثلا میبینی یک یهو ایماندار خوب یهو در زنا میفته، متاسفانه وسوسه میشه، نمیتونه جلوی خودشو بگیره، تغذیه اون اسب سیاهشو هی تغذیه میکنه، هی اون غذا میده، انقدر زیاد میشه که اون اسب سیاه بر اسب سفید غلبه میکنه و اون موقع هست که یهو فکر میکنه دیگه تموم شد، حالا که من در زنا افتادم یا اعتیاد بده کردم یا گناههای به خصوص گناههای پنهانی. یکی از چیزهایی که واقعا بسیار خطرناکه اون رازهای درون قلب ما هست. ما وقتی ایمان میاریم دیگه چیزی به عنوان راز نباید داشته باشیم. یک ایماندار واقعی مثل کلام باز، مثل کتاب باز باید زندگی بکنه. مثل شفاف. امروز این کشیش فهمی که اینجا نشسته شهادتش روی فیسبوک هست. روی اینترنت هست. از چه گذشته گناه آلودی، اسیر مواد مخدر، اسیر زنا، اسیر هزار بدبختی و هزار ناراحتی بودم. اما وقتی مسیح اومد توی زندگی من، زیر فیض قرار داد، آمین، من آزاد شدم. امروز دیگه اون گذشته من برای من شرم نیست. شیطان نمیتونه بگه آبروت میبرم. اینا میگن همون پسر صدای سرزنش دیگه نیست. دیگه نیست. نه، میگم امروز در فیض مسیح من تبدیل شدم. حلوی. امروز در فیض مسیح تو هر جوری هم که گناهکار باشی،
فکر کنی بدترین آدم هستی هللویا. پاک میشی و اگر ایماندار هستی زمین خوردی ناراحت نشو، نگران نباش، ناراحت از این که بله غیرت داشته باش و دیگه این کارو تکرار نکن، ولی خدا میخواد که به او برگردی. تا وقتی زنده هستی این فرصت رو داری. پتروس وقتی که سه بار مسیح رو انکار کرد، بعد توبه کرد، گریه کرد، پشیمان شد و دوباره شد شالوده کلیسا. اما یهودای اسخریوتی چه کار کرد؟ یهودای اسخریوتی رفت خودش دار زد. امروز میخوام اون ایمانداری نباشی که تسلیم شیطان بشی به خاطر گناهی که درش افتادی یا اشتباهی که کردی. دروغ و باور نکن، شیطان نمیتونه نجات از تو بگیره، بلکه تو با اعتماد به خداوند دوباره روی زانوهات برو، توبه کن، اطمینان به نجات داشته باش، چون فیض پدر برای من و تو همیشه مقدور هست تا وقتی زنده هستیم. پس در نام عیسی مسیح تو میتونی از هر اسارتی آزاد بشی و اطمینان من نجات در خداوند رو داشته باشی، چون خدای ما خدای پرفیضه. آمین آمین آمین. بسیار عالی، خدا رو شکر بر این کلام عالی. به قلبم بود که بگم که شفیعیم عزیز ما رو دعا کنن و کلامی صادر کردن، ما همون کلام رو دوباره اعلام میکنیم. آمین که فیض پدر بر همگی ما، بر همگی شما عزیزانی که این برنامه رو تا به الان، تا به این قدم نگاه کردید و دنبال کردید قرار گرفته و به پوری تمامی لحظات زندگیتون رو زیر فیضمون با نگاه پدر به سر میبرید. مرسی از شما، ما ممنونیم که تا به الان ما رو دنبال کردید. همگی شما عزیزان رو تا قدم آخر که جلسه آینده میتونه باشه به خداوند خدای عیسی مسیح میسپاریم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدای زنده تشنه آب حیات جاوی، لمس و مسیح نو ز روح القدس، تقدیس نما وجود مرا، هللویا برکت هستم.